در چشمانداز امروز این برنامه ها از نظرتان می گذرد. خبر و نظر. عنوان خبر و نظر امروز این است: رنگ واقعی اعتدال. این برنامه به آن روی سکه عربده های ابراز شادمانی سردمداران رژیم از قتل عام 10 شهریور اشرف که چیزی جز وحشت از آینده رژیم نیست می پردازد. در آینه رسانه ها قسمتی از مقاله پایگاه اطلاع رسانی ایلاف فرامنطقه‌ای از پربیننده ترین رسانه های جهان عرب تحت عنوان اگر اسد سرنگون شود ائتلاف صفوی فرو خواهد ریخت. در گیومه امروز به ارائه نمودی از بنبست سرکوب و جنگ قدرت در رسانه های رژیم اختصاص دارد. قسمتی از مقاله روزنامه حکومتی بهار تحت عنوان گشت ارشاد منبع نارضایتی اجتماعی. مصاحبه. گفتگوی برنامه چشمانداز با شیخ ولی العزاوی، رئیس فراکسیون انقلاب 1920 عراق، تحت عنوان ما بسیجمان علیه جنایت در اشرف را آغاز کردیم که به محکوم کردن جنایت بی سابقه قتل عام 10 شهریور در اشرف اختصاص دارد. قهرمانانه مجاهدین اشرفی به لیبرتی و شکست تلاش های تروریستی رژیم ولایت فقیه برای کشتار اونها در مسیر آه از نهاد آخوندها برآورده. اونا قصد داشتن طی یک اقدام مشترک با سایر نیروهای عراقی پایداران و بازماندگان قتل عام اشرف رو در مسیر کشتار بکنند تا بخش ناتمام جنایت بزرگ 10 شهریور رو که با رویارویی دلیرانه مجاهدان اشرف با مزدوران مهاجم به نتیجه‌ای که قرار بود برسه نرسید تمام بکنند. انفجار بمب در مسیر اتوبوس مجاهدان شکست خورد و قهرمانان اشرف به سلامت به یاران و همرزمان خودشون در لیبرتی پیوستند. این بار سردمداران ولایت رسانه های رژیم رو با عربده های وحشت خودشون در پوشش ابراز شادمانی پر کردند تا به ائتلاف وزیر مفلوک اطلاعات دولت اعتدالگرا مرهمی بر زخم های ریزشی های نظام بگذارن. آخوند علوی گفت که فروپاشی قرارگاه اشرف هم انتقام خون به ناحق ریخته مردم عراق بود و هم مرهمی بر زخم‌های بیشمار مردم ایران اسلامی، که منظورش البته از مردم ایران اسلامی همون ریزشی‌های باندهای رژیمه، مرهمی بر زخم‌های اونها گذاشت. وزیر اطلاعات کابینه روحانی به همین خاطر کنفرانس مطبوعاتی برپا کرد تا متن نوشته شده مشخصی رو از رو بخونه و بگه که اراده ملت مظلوم عراق ابتدا ماشین جنگی آریتی آنها را از کار انداخت و عناصر مؤثر آنها را به کیفر رساند و بعد هم بساط آنها را از خاک و سرزمین خودش جمع کرد. به نظر می رسه که گوش این وزیر مفلوک رو به خاطر اظهارات اولیه‌اش بعد از قتل عام اشرفی ها که اونجا گفته بود که اینها توسط دولت عراق قتل عام شدن کشیدن، که حالا برای جبران مفاد اومده و با روخونی از یک مت تلاش میکنه که با ذکر اراده ملت عراق اون اعترافی رو که قبلا کرده بود بپوشونه. وزارت خارجه دولت به اصطلاح اعتدالگرای روحانی هم که اولش به حمله توسط دولت عراق اذعان کرده بود همین مسیر رو طی کرد و تلاش کرد با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز شادمانی و قدردانی از دولت عراق به خاطر جنایت بزرگ 10 شهریور قوت و خوراکی برای ریزشی‌های نظام فراهم بکنه. تلویزیون رژیم در بخش اخبارش گفت که وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای با ابراز خرسندی از بسته شدن اردوگاه نظامی اشرف و اخراج کامل اعضای آن از این اردوگاه از تلاش‌های دولت عراق در این باره قدردانی کرد.
وزارت خارجه آخوندها بعد با ارائه یک جمله کاملا متناقض با دعاوی ابتدای همین بیانیه گفت که جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حمایت از تلاش‌های سازمان ملل متحد و دولت عراق در اخراج سریع‌تر اعضای این سازمان از اردوگاه موقت ترانزیت که منظورش لیبرتیه، مسئولیت حقوقی و قانونی کشورهای حامی این سازمان را یادآور شده و بر ضرورت قطع پشتیبانی مادی و سیاسی آنان از این گروهک تأکید می‌کند. خب معلوم نیست اگر زمان شادی به خاطر فروپاشی مجاهدین پس از خارج شدن بازماندگان قتل عام اشرف فرارسیده، چرا باید بلافاصله از حضور پرقدرت مجاهدین و حمایت گسترده کشورها از اونها ابراز وحشت بکنند و کشورهای جهان رو به قطع پشتیبانی مادی و سیاسی از مجاهدین فرا بخونند. خب این تناقض همون تناقضیه که 30 سال رژیم ولایت فقیه دوچارش هست و 30 ساله که بعد از نسل‌کشی های دهه 60 و قتل عام زندانیان مجاهد در سال 67 سردمداران رژیم از تموم شدن مجاهدین دم میزنن و همزمان با اون از حضور اونها ابراز وحشت میکنن و اذعان میکنن که کمتر ملاقاتی با نمایندگان دولت ها دارن که در اون محدودیت مجاهدین رو از طرف های مذاکرهشون خواستار نشن. اما الان این که قطارکش سرکردگان سابق و لاحق پاسداران، چه اونایی که در مجلس ارتجاع هستن یا چه اونایی که در سایر نقطه های رژیم هستن، به صحنه میان و ابراز شادمانی میکنن، اونها هم در واقع ادامه همین تناقض و همین وحشت رژیم رو در واقع برملا میکنن. مثلا اظهارات پاسدار کوثری که یکی از همین پاسداران جنایتکاره که الان در مجلس ارتجاع حضور داره، حرفای اون رو هم اگر نگاه بکنید همین تناقض رو توش میشه دید. خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس با اشاره به ابراز خوشحالی کوثری در این مورد نوشت که کوثری عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم با اشاره به اخراج منافقین از پادگان اشرف گفت مجلس پیگیری و مشورت‌های لازم با وزارت امور خارجه کشورمان را در راستای تلاش برای اخراج کامل منافقین از خاک عراق انجام داده است. یا یک نمونه دیگه، اظهارات پاسدار جوانی مشاور نماینده خامنه‌ای در سپاه هستش و همینطور اظهارات کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع. باز از اظهارات همین کاظم جلالی که در خبرگزاری حکومتی ایستا منعکس شده براتون عرض بکنم، این که این خبرگزاری نوشته که جلالی ابراز امیدواری کرد که با برچیده شدن بساط پایگاه اشرف منافقین عملا به سمت اضمحلال پیش برمند. خب ملاحظه میکنیم که در قالب ابراز امیدواری و مشورت و درخواست از وزارت خارجه چه وحشتی در سردمداران رژیم موج میزنه و چطور خودش رو در حرفاشون نشون میده. از ناله های وحشت تلویزیون رژیم که به همین سیاق در تمامی برنامه های خبری و همچنین در مصاحبه ها و برنامه های متعددش جریان داره صرف نظر میکنم و در اینجا فقط این سوال رو مطرح میکنم که علت عربده های گوشخراش به ظاهر شادی و شادمانی و در عمق خودش وحشت چیه و از چه نیازی ناشی میشه؟ جواب روشنه. وضعیت وخیم نظام ولایت فقیه هست که در انواع بحران های خفه کننده محاصره شده و دست و پا میزنه، از بحران اجتماعی و اقتصادی تا بحران درونی و جنگ قدرت در رأس نظام تا بحران اتمی و بحران منطقه‌ای و وحشت از آینده تاریک بشارت است که در حال حاضر سرنوشتش موضوع بحث جامعه جهانیه. و خب همه اینها نشون میده که رژیم کشتی شکسته ولایت در گرداب بحران ها تلاش میکنه که بلکه صورت خودش رو با سیلی به این وسیله
سرخ نگه داره با همین ابراز شادمانی ها و قدرت نمایی های پوشالی و به ریزشی های نظام دلخوشی بده که اگر در تنگنای بحران ها گرفتاریم اما در عوضش دشمن اصلی رو از سر راه برداشتیم. ولی خب ریزشی های دونه درشت که سهل فکر نمی کنم که هیچ بسیجی کودنی هم این سوال برایش پیش نیاد که اگر مجاهدین فروپاشی شدن پس این همه خطونشون کشیدن و ابراز وحشت برای چیه. خب هر کس که این حرفای رژیم رو بشنوه به خوبی میفهمه که قتل عام در اشرف نظام فرسوده ولایت رو از سرنگونی نجات نداده و نجات نخواهد داد، بلکه رسواتر کرده و بر شتابش در جهت حرکت به سوی زوالدان تاریخ بر این شتاب افزوده. اگر اسد سرنگون شود، ائتلاف صفوی فرو خواهد ریخت. به گفته جنبش مجاهدین خلق، اپوزیسیون رژیم ایران روز یکشنبه هنگامی که تعدادی از نیروهای امنیتی عراق به قرارگاه اشرف که 100 تن از اعضای سازمان در آن به سر می‌برند یورش بردند و بیش از 50 تن از آنان را به شیوه وحشیانه و ظالمانه کشتند، جنایت هولناک و قتل عامی وحشتناک علیه مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف رخ داد. این اولین بار نبود که به اشرف حمله می شد، اما این حمله بسیار بزرگ، هولناک و وحشتناک بود و درست زمانی انجام شد که صحنه عربی و اسلامی در وضعیتی حساس به سر می برد و تحرک جهانی حول رژیم سوریه و مجازات آن به خاطر بکارگیری سلاح شیمیایی آغاز شده است. خبرگزاری فارس از جانب یک عضو برجسته مجلس خبرگان رژیم ایران گزارش کرد که سلیمانی گفت این عملیات وعده خدا و بشارت او به پیروزی را محقق کرد. این جنایت و قتل عام‌ها بی اثر نیست. هر قطره خون بیگناهان آتشی برای ستمگران خواهد شد و به محو تاج و تخت و حاکمیتشان کمک خواهد کرد. حاکمیتی که در ضعیف‌ترین دوران خود قرار دارد، به خصوص که همراهانش بعد از قتل عام‌ها در دمشق و حما و حلب و به کارگیری سلاح شیمیایی علیه خلق بزرگ سوریه شتابان به سمت سرنگونی می‌روند. به همین دلیل سلیمانی روی محوری بودن سوریه تاکید کرده و می‌گوید ما از سوریه دست نمی‌کشیم و تا آخر از آن حمایت خواهیم کرد و سوریه خط اول جبهه مقاومت است. وی افزود اگر از او بشار اسد دست بکشیم شیعیان نفوذشان را در عراق از دست می‌دهند و این چیزی است که ما مطلقاً اجازه نمی‌دهیم. اینجاست که تعادل قوا تغییر می‌کند و جدال نهایی شروع می‌شود. پس اگر اسد سرنگون شود، ائتلاف صفوی فرو خواهد ریخت. رژیم ایران و دنبال روهایش مثل احزاب فرقه‌گرای حاکم در عراق تضعیف می‌شوند و ملت از بند طاغوت‌های ستمگر ظالم و مستبد آزاد می‌شود. تاریخ آنان را محو می‌کند، قدرتشان پایان می‌یابد تا مردم قید و بندها را فرو ریزند و به سوی آزادی، کرامت و انسانیت حرکت کنند. بست سرکوب و جنگ قدرت در رسانه‌های رژیم. روزنامه حکومتی بهار. گشت ارشاد منبع نارضایتی اجتماعی. حجاب نمادی اسلامی در شناسایی مسلمانان و ایرانیان در جهان است. عدم رعایت این شئون دغدغه‌هایی را در مدیریت کلان کشور ایجاد کرده است که اجرای طرح‌های گشت ارشاد و امنیت اخلاقی و اجتماعی
علت ظاهر در پاسخ به آن به مرحله اجرا در آمدند. یکی از منابع نارضایتی اجتماعی، تجربه 3 دهه ترویج حجاب در جامعه ایرانی نشان می‌دهد برخورد مستقیم و در پاره موارد فیزیکی با این پدیده نه تنها ثمره چندان رضایت بخش در راستای ترویج حجاب نداشته است، بلکه این امر به تدریج به یکی از منابع نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. وحشت از انرژی کلان نارضایتی اجتماعی و سوختن آخوند روحانی، تقارن آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید با تشدید اجرای این طرح چه نتایجی به دنبال دارد؟ اثر آن بر پدیده‌ای به نام انرژی کلان نارضایتی اجتماعی چیست؟ واقعیت آن است که تمرکز بر روش انتظامی در اشاعه آن در مجموع نگرشی منفی در جامعه ایجاد کرده است. تداوم این روند طی چند دهه بار منفی این روش را به منبعی مؤثر در افزایش انرژی نارضایتی اجتماعی تبدیل کرده است. اکنون در آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید، تداوم روند گذشته در اجرای طرح امنیت اخلاقی و به ذهنیت بخشی از جامعه گشت ارشاد با مبانی انتخاب روحانی تعارض دارد. تأثیر تغییرات سینوسی در روند کلان انرژی نارضایتی، مهمتر از کارآمدی وارونه یا کم کارآمدی این روش در عرصه فرهنگ، ضرورت توجه به تغییرات سینوسی در روند کلان انرژی نارضایتی و تأثیر منابع مؤثر بر آن است. انرژی نارضایتی اجتماعی طی سالهای گذشته تحت تأثیر منابع مختلف از جمله کنترل مستقیم جامعه به رعایت شعوناتی همانند حجاب، روندی تراکمی و صعودی داشت. ضرورت تعلیق روند گذشته، لااقل تا انتخاب راهبرد جدید در مواجهه با معضلاتی همانند بدحجابی، لازم است اجرای روند گذشته به تعلیق درآید. البته تشدید اجرای این طرح در ماه‌های پایانی فصل گرما بعد از وقفه در اجرای آن در ایام انتخابات به زعم مردم و نه مسئولان محل مداقه است. ما بسیجمان علیه جنایت در اشرف را آغاز کردیم. مصاحبه اختصاصی چشم‌انداز با شیخ ولید العذابی، رئیس فراکسیون انقلاب 1920 عراق. انی الشیخ ولید العذابی، رئیس کتله ثوره 20 الوطنیه لعشائر و وجهاء و مثقفی العراق. من برخی اقشار مردم عراق از مردم شریف داخل و خارج عراق را نمایندگی می‌کنم. دوست دارم در تجلیل از برادران و عزیزانمان در اشرف و لیبرتی صحبت کنم. آنها از جامعه ایرانیان هستند. مقاومتی شریف، مقاومتی ملی که برای خدمت به مردمش به دنبال آزادی و دموکراسی است. این گروه در ایران با مشکلات بسیاری مواجه بود. آنها مقاومت کردند و تاکنون بیش از 45 سال است برای اهداف خود که همانا آرمان ملی و آزادی است مبارزه می کنند. آنچه در اشرف اتفاق افتاد یک کشتار و جنایت تاریخی است که رژیم ایران و مالکی مرتکب شدند. آنها تلاش کردند این گروه را حذف کنند، این خلق را حذف کنند، افراد ملی را حذف کنند، در صورتی که اینها میهمانان عراق بودند، عراقی که در حقیقت همواره میهمان نواز بوده است. ما به عنوان فراکسیون انقلاب 1920 از سوی خودمان و سوی مردم عراق این جنایت را محکوم می‌کنیم. جنایتی که علیه برادران ما در اشرف اتفاق افتاد، 52 شهید بر جای گذاشت و علاوه بر آن 7 نفر نیز ربوده شدند. تلاش کردند با این ضربات اینها را تهدید کنند. امروز اخباری درباره افرادی که در لیبرتی هستند به دست ما رسید، مبنی بر این که تعدادی اقدام تحصن و اعتصاب قضا کردند و تا تحقق خواسته ها و اهدافشان و تا آزادی دستگیر شدگان به این کار ادامه می‌دهند. به امید خدا بسیجمان را شروع خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم از هر راهی که شده از طریق جامعه بین المللی و هیئت‌های سازمان ملل این جنایت را متوقف کنیم و افرادی که تحت بازداشت حکومت مالکی هستند که خود
تحت سرپرستی رژیم ایران است آزاد شوند. هدف از این جنایت کشتن روح ملی در مردم ایران و از بین بردن آزادی خواهی در آنهاست. ما چندین نامه ارسال کردیم و نامه هایی هم به دفتر سازمان ملل در ژنو ارسال خواهیم کرد. اولا خواستار آزادی آن 7 نفر خواهیم شد و ثانیا از این افراد دفاع میکنیم و مالکی را متوقف میکنیم. ما برای ارائه پرونده های در دستمان تلاش میکنیم. ما پرونده های سری داریم که آنها را به دفتر کمیساریای سازمان ملل و دفتر جنایی در ژنو ارائه خواهیم کرد تا این افراد را متوقف کنیم. از سازمان ملل میخواهیم که خواسته ها را محقق کند و افرادی را که تحت نظارت آنان هستند حفاظت نمایند، زیرا آنها اولا میهمانان مردم عراق و ثانیا پناهنده هستند و زیر چتر سازمان ملل قرار دارند.